توجه علامتی که همه کنی میشنویم اعلام خطر یا وضعیت قرمز است. من این افتخار میکنم که اولین روز جنگ من اولین نفری بودم که از پایگاه دوم شکاری به عراق حمله کردم و پایگاه موسل رو بمباران کردم. تصور من بر این بود که جنگ 3-4 روزه تموم میشه. هیچ فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه. انتظار یک چنین حمله می رفت، ولی نه به این سرعت و به این شدت و به این وسعت، چون همزمان پایگاه دیگه هم مورد حمله قرار گرفت. و به همین دلیل وقتی که این انفجار، نشانه این بود که این انفجار فقط به اصطلاح میتونه توسط حمله هوایی باشه. من فکر می‌کنم یک مقداری ضعف جمهوری اسلامی بود و در بدترین شرایط نظامی ما قرار داشتیم، برای که تمام رهبران، فرماندهان ما رو پشته بود جمهوری اسلامی و دیگه فرمانده ای نداشتیم که هدایت کننده باشه که ما بتونیم در مقابل عراق بجنگیم. ولی خب شما میدونید در سه ماهه اول جنگ 60% خلبانهای ما کشته شدن در جنگ، چون هواپیماها میرفتن با تانک میجنگیدن. اگه باور کنین خلبانها نبودن، عراق اومده بود، تهران هم گرفته بود. منتها الان برای کار خلبانا ارزشی قائل نیستن. تمام امتیازات دادن میدن به سپاهی ها و در صورتی که سپاهی ها فقط یک کلاشیکوف دستشون بود، تازه نمیتونستن درست هم تیراندازی بکنن. اواسط سال اول جنگ بود البته. همراه من به احتمال قوی ستفانی کم بیگ محمدی بود که ماموریت پیدا کردیم اطراف پایگاه پنجوین، همین نزدیکای سلیمانیه، جایی رو بمباران کنیم. در همین حین بمباران با توپ 57 میلیمتری هواپیمای من رو زدن که دماغ هواپیما کنده شد، یعنی قسمت رادارش کنده شد و شکل رادار، یعنی اون قسمت تیزی، نمیدونم در چه حد F5 رو آشنا هستید، کنده شد و شد مثل شکل ظاهری، شد مثل میگ 21. بعد خب البته تمام اینسترومنت ها از اون طریق خانه میشه، من دیگه چیزی نداشتم. ولی خوشبختانه هوا مناسب بود و من از بس رفته بودم تمام مناطق رو آشنا بودم و برگشتم که حتی وینگمن من، اون کسی که تو بال من پرواز میکرد، به من که آقای بیگ محمدی بود، برگشت به من گفت، سروان بودم، جان سر بپرین بیرون، هواپیما داره شیک میکنه، بپرین. گفتم حالا که خیلی ارتفاعمون خوبه، ببینیم نزدیک بشیم، ببینیم کجا میشه. و من همون هواپیما رو آوردم نزدیک های مراغه، یه جاده بود، یه مقداری پهنش کرده بودن. من دیدم هواپیما هی طور به سمت زمین دیسن میکنه، یعنی سقوط به صورت فرودی داره میره پایین. بالاخره میزون کردم هواپیما رو، اومدم بدون اینکه سرعتش رو بدونم چنده و دارم حدسی، اومدم رو جاده هواپیما رو نشوندم. نیروی هوایی شاهنشاهی به نظر من با توجه به دانشی که شاه مملکت داشتن و همینطور اینکه خودشون هم خلبان بودن، نیازمندی ها رو واقعا میدونستن بر چه مبنایی تأمین بکنن. و به همین دلیل ما در نیرو هوایی چندین نوع هواپیما داشتیم. F4 داشتیم، F5 داشتیم و نهایتاً هم F14 گرفتیم که اینا همه به اصطلاح هواپیمای پیشرفته آن روز آمریکایی بود. و خب همه پایگاه ها تقسیم شده بود، این هواپیما ها در پایگاه های مختلف به تعداد مورد نیاز اون پایگاه و در اونجا مستقر بودن. صدام حسین جرأت نمی کرد در اون سالها به ایران حمله کنه، برای اینکه هم از نظر تکنولوژی ما پیشرفته تر بودیم و هم خلبان های برجسته تری داشتیم و هم یک ارتش منسجم با یک فرمانده پرقدرت داشتیم و نفوذ ما تقریبا، نفوذ ایران در حدود بین المللی شده بود. آمریکا نیروهاش کشید بیرون، یعنی اینقدر به ایران اعتماد داشتن که میدونستن احتیاج به یک نیروی خارجی در خلیج فارس نیست.
ماموریت من زدن نیروگاه برق دبیس بود و در مسیر برگشت با هواپیمای عراقی درگیر شدم. در حین درگیری ضمن سقوط چند تا هواپیمای عراقی، هواپیمای من هم مورد اصابت قرار گرفت و احساس کردم که فرمون یا استیک به اصطلاح بهش میگن در دست منه، مثل قاشق چایخوری میمونه توی فنجون چای و دیدم دارم میرم زمین. فقط تنها چیزی که خاطرم هست دسته ایجکشن رو که همون صندلی پرام باشه کشیدم و از هواپیما پریدم بیرون. چون با سرعت زیاد من از هواپیما پریده بودم، بیهوش بودم. نمیدونم چند دقیقه ثانیه طول کشید. وقتی بهوش اومدم دیدم نیمه صورتم رو زمینه، مقداری خون اطراف سرم، فکر کردم خون ریزی و دیگه انتهای زندگی است. ولی تعدادی جوان دیدم اومدم بالا سر من با کلاشیکو و شمشیر و با لباس کردی، که بعدها فهمیدم که اینها از گروه مام جلال طالبانی یا به اسم پیشمرگ‌های کرد بودن، که من فکر می‌کنم نجات جانم هم، یعنی حتی زنده بودنم هم تا الان مدیون این پیشمرگ‌های کرد عراقی هستم. در جای اولی که من افتادم، خب مسلماً اینا نمیتونستن منو بیشتر نگه دارن، برای اینکه هلیکوپترهای عراقی میومدن و جستجو میکردن. و همون شب پس از اینکه منو پانسمان کردن، هم پانسمانای اولیه که در اونجا مرسومه، منو یه تابوت مانندی درست کردن، از اونجا منتقل کردن یه جای دیگه و بعد از چند روز باز هم یه خورده نزدیکتر به ایران. و اون جایی که آخرین مقری که منو آوردن، عرض کنم یه تعدادی میومدن دیدن من. یکی از کسانی که میومد دیدن من هر شب اسمش بود کاک محمود. کاک محمود یک کم فارسی هم بلد بود، به من میگفت که اصلیتش مال کرمانشاست. یه روز که تنها موندیم بهش گفتم کاک محمود میتونی غیرت کرمانشاهی تو استفاده کنی ازش و من یه نامه بنویسم ببری به خانواده من بدی که بدونن من زنده ام. کاک محمود به من نگاه کرد و گفت که اگر منو فردا ندیدی تو نامه تو بنویس بده به من، بدون که من رفتم، ولی اگر دوباره اومدم به دیدنت از من نپرس چرا نرفتی. گفتم باش. ما با دست چپمون برداشتیم یه چند خطی نوشتیم برای خانواده، اینم دادیم به کاک محمود. هیچ امیدی هم نداشتم یعنی موافقت کنه. کاک محمود من فردا دیگه ندیدم. یادت باشد در غیاب من بار مسئولیت تربیت بچه ها روی شانه های تو دوبار سنگینی می کند، یک دفعه سهم خودت و یک بار به جای من. من وابسته نظامی بودم برای مدت 3 سال در پاکستان. وقتی که مراجعت کردم، یکی از همون آشناها یا دوستایی که در زمان اقامتم در پاکستان پیدا کرده بودم، کاردار آرژانتین بود به اسم خورخی علی خان را، و ایشون هم ماموریتش تموم شد و وقتی که میرفت زنگ زد. اتفاقا با یکی از فرماندهای مستقیم منم صحبت کرد، من سر کار نبودم، که من دارم میام به یدی بگید اگه میشه من بیام ایران را ببینم، ممکنه دیگه این مسیر مقدور نباشه برام بیام. منم به من زنگ زد فرماندهم، گفتم خب بیاد. حتی به من گفت که خودش هم حاضره بره فرودگاه تحویلش بگیره. من به این گمان که خب فرمانده میدونه دیگه ضرورتی نداره که اطلاع بدم، ولی در کل رابطه نظامی با یک خارجی ممنوعه، باید مجوز داشته باشه. من به این حساب که مجوزم را فرماندم میدونه و به من گفته، دیگه رسما نامه ای ننوشتم که این میخواد بیاد و با همون لباس پروازشون رو رفتم تحویل گرفتم، بردمش هتل لاله. و ولی خب با همین باعث شد که من دستگیر بشم و اون هم به عنوان به تام جاسوسی، که البته خب یه چیز مزخرفی بود که جمهوری اسلامی عادت داره به این اتهام وارد کنه به هر کسی که هیچ گناهی ندارن. جاسوسی ساده است،
شما با یه ارتباط میتونی جاسوس نامیده بشی. همونطوری که همه میدونن دیپلمات ها با همش با خارجی ها در تماسن. چجوری یه نفر اومده ایران این میشه جاسوسی؟ من برای آرژانتین چه جاسوسی میتونم بکنم؟ به هر حال این باعث شد که من زندانی بشم. بعد هم خب نتیجهش این شد که تا پای اعدام هم رفتم، ولی نهایتاً خب چیزی نبود که اینا بخوان ثابت بکنن. و بعد از اینکه آبرو و حیثیت اجتماعی و نظامی منو بردن و نهایتاً از نیروی هوایی اخراج شدم و ناگزیر ترک میهن. و من فکر میکنم همین کار رو الان جمهوری اسلامی ایران در رابطه با دیگران دارن میکنن. من زیاد پیگیر قضایا نیستم، ولی وقتی اینا رو میشنوم دلم میسوزه براشون، مخصوصاً این زندانیان محیط زیستی، این دختر جوان که مدت هاست در زندانه، و یا اخیراً شنیدم خانمی به اسم نیلوفر حامدی و یا الهه محمدی که جز وظیفه کار دیگه ای انجام ندادن، خبرنگارن و این خبرنگار هم باید واقعیت رو مطرح کنه و ایشون رو هم الان گرفتن زندانی کردن و هر روز هم بر آمار اتهاماتی که به اینا بستن دارن زیادتر میشه.